اوج ناآرامی سه‌شنبه سیاه فرانسه در جریان تظاهرات پاریس رخ داد. تظاهراتی که با قلع و قمع اغتشاشگران همراه بود. به گفته پلیس 200 تن از آشوبگران موسوم به بلک بلوک ها و ده ها تن از شبهای افراطی با یورش به مغازه ها قصد برهم زدن نظم عمومی را داشتند. غیر از پاریس 160 شهر دیگر فرانسه از جمله شهرهای بزرگی چون مارسی، بوردو، لیون، نانت، لیل و استراسبورگ صحنه تظاهرات گسترده ضد سیاست‌های دولت آقای مکرون بود. Nous sommes totalement opposés à sa politique nationale et même mondiale. ما کاملا با سیاست‌های داخلی و بین‌المللی دولت مخالفیم. فرانسه بحران کم ندارد که مکرون بخواهد هر روز برای دیگران نسخه پیچی کند. وزارت کشور فرانسه از حضور 107 هزار نفر در تمامی شهرها خبر داد، اما اتحادیه‌ها رقم 300 هزار نفر در فرانسه و 70 هزار نفر در پاریس را اعلام کردند. تورم و گرانی به ویژه در بخش سوخت و انرژی و پایین بودن دستمزدها علت اصلی تظاهرات و اعتصابات روز سه‌شنبه در فرانسه بود. Unique pour l'ensemble des salariés français. همه حقوق بگیران به طور مشترک نسبت به دستمزدهایشان گلایه‌مندند. حالا تورم و گرانی سوخت زندگی را تحمل ناپذیر کرده. در جریان سه‌شنبه ناآرام پاریس حداقل 15 نفر دستگیر و 10 نفر زخمی شدند که به گفته فرمانداری 8 تن از زخمی ها جزو نیروهای امنیتی و پلیس هستند. حمله به دو پلیس بازتاب بسیار گسترده‌ای در محافل سیاسی رسانه‌ای این کشور داشته است. ژراد درمنن وزیر کشور فرانسه با تشکر از عملکرد پلیس آشوبگران و حمله کنندگان به پلیس را اراذل و اوباش نامید. به گفته مطبوعات این اولین اعتصاب گسترده در بخش‌های حمل و نقل شهری و بین شهری، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، بخش‌های خصوصی، خدماتی و کامیونداران پس از تعطیلات تابستانی است که سه‌شنبه سیاه را برای فرانسه رقم زد. فرانسه هفته سخت و دشواری رو پیش رو خواهد داشت. این پیام اتحادیه ها به شهروندان این کشور و علت اون رو برآورده نشدن خواسته هاشون از طرف دولت آقای مکرون اعلام کردن. شهسوار حسینی، خبرگزاری سلامت شما، پاریس.